در جلسه چهارم از مبحث کار و انرژی هستیم و شروع می‌کنیم این جلسه رو با یه یادآوری از جلسه قبل که در مورد سطح شیبدار بود که مثال های زیادی رو حل کردیم و نکات مربوط به هر نوع از سطح شیبدار رو بیان کردیم و اینجا یک مسئله حل می‌کنیم و به ادامه فصل میپردازیم توی این مسئله گفته که مطابق شکل زیر جسمی به جرم دو کیلوگرم از نقطه A تا B توسط نیروی F جابجا جا می شود. اگر بزرگی نیروی استکاک در مقابل حرکت جسم ده نیوتون باشد، کار کل انجام شده روی جسم چند ژول است اگه دقت کنید اینجا سطح زمینه یه سطح شیبدار داریم از نقطه A که پایین سطح شیبدار یک جسم داریم که با نیروی F سینیوتون داره به نقطه B کشیده میشه زاویه یه سطح شیبدار سی درجه است و ارتفاعش هم به ما داده یک متر خب ببینید ما ابتدا باید مقدار دی یعنی این فاصله ای و که نیروی سید نیوتونی جسممونو از نقطه ای به نقطه بی کشیده رو پیدا کنیم چون اینجا به ما نداده که چند متر این جسم جابجا جا میشه توسط نیروی سی نیوتونی ما یه فرمول داشتیم میگفتیم ارتفاع یعنی h برابر است با دی سینوس تتا پس ما اچ که داریم که ارتفاعمون هست سینوس تتا تتا رو هم داریم سی درجه پس مقدار دیمون رو میتونیم به دست بیاریم که میشه طرف معلوم یعنی اچ تقسیم بر ضریب دی که سینوس تتا هست اچمون یک متره به جاش یک میذاریم تتامون هم سی درجه است که سینوس سی درجه میشه یک دوم در نهایت مقدار دیمون میشه یک به روی یک دوم که میشه دو خب حالا چی از ما میخواسته؟ کل کار انجام شده رو میخواسته کل کاری که اینجا انجام میشه یعنی WT حاصل از سه تا نیروی WF, WMG و WFK هستش که ما هر کدومو باید جداگونه به دست بیاریم دبلیو که میشه اف دی کوسینوس تتا که ما اینو حساب کردیم گفتیم تتایی که در فرمول F برابر است با زاویه بین نیرو و نیروی استکاکی که به سمت چپ کشیده میشه که زاویه بینشون میشه ببخشید نیروی اف که به سمت راسته و نیروی استکاک که چیکار میکنه فاصله میشه صفر درجه چون هم جهت هست جهت حرکت و جهت نیرو فقط نیروی استکاکی که برعکسه که تو دبلیو کا اونو استفاده میکنیم دبلیو WF و دبلیو کا رو با هم دیگه اشتباه نگیرید وقتی که دبلیو رو میخوایم زاویه تتا بین سمت نیرو و سمت جابجایی که اینجا در یک سمت هستن در نتیجه زاویه بینشون صفره پس میشه اف دی کوسینوس صفر درجه که یک هست و ماکسیموم نیرو هست افمون <F2> سی نیوتونه دیمون رو میخوایم که دیمون رو تو مرحله اول به دست آوردیم دو متر پس سی ضرب در دو میشود شست جول اما WMG mG، ام ما داریم از بالا به پایین حرکت میکنیم یا از پایین به بالا ببینید جسممون ابتدا اینجاست پایین سطح شیب داره و وقتی که به سمت بالا حرکت میکنه ارتفاع میگیره به اندازه یک متر در نتیجه ما داریم از پایین به سمت بالا حرکت میکنیم یعنی کم کم ارتفاع جسممون زیاد میشه پس در نتیجه WMG ما گفتیم وقتی به سمت بالا باشه علامتش منفی میشه میشه منفی ام اچ پس منفی رو داریم اممون که جرم جسم دو کیلو گرمه به همون داده تو صورت سال جی شتاب گرانشه که دهه و Hمونم یک متره که کلش میشه منفی 20 جول اینم از دبلیو ام اما دبلیو که همون نیروی استکا که میشه اف نیروی استکاک جنبشی اف کا دی کسینوس 180 درجه چرا 180 درجه؟ چون گفته بود اینجا اگر بزرگی نیروی استکاک در مقابل حرکت جسم یعنی حرکت جسم نیرو به سمت راسته نیروی استکاک همیشه خلاف جهت حرکت جسم هستش پس به سمت چپه و نیروی زاویه بین اف و افکا میشه 180 درجه پس میم جای گذین میکنیم اف کار رو داده ده منفی چون در خلاف حرکت جسمه به سمت چپه دیمونم که فاصله فاصله یک جسم حرکت کرده دو متره و کسینوس 180 درجه هم که میشه منفی یک این منفی یک ای اومده در پشت عدد ده نوشته پشت افکار نوشته خب منفی ده ضرب در دو میشه منفی 20 ژول ما الان سه تا نیروی که در این سیستممون دخالت میکنن و به دست آوردیم حالا کار کل رو میخواد دبلیو تی رو میخواد میشه 60 منهای 20 منهای 20 که در نهایت میمونه 20 ژول. اگه یکی از نیروها رو میخواد مثلا میگفت فقط کار نیروی وزن فقط میگفت کار نیرویی که داره جسم رو میکشه یا کار نیروی استقاق که یکی از اینا میشه ولی چون گفته کار کل ما تمامشون رو تک تک حساب میکنیم خب اما بریم سر مبحث بعدی که قضیه کار و انرژی جنبشی هستش کار کل انجام شده روی یک جسم که با تغییر انرژی جنبشیش بخوایم مقایسه کنیم این دوتا با هم برابرن یعنی چی؟ یعنی دبلیو تی که ما الان تو سوال قبل حسابش کردیم کار کل برابر است با دلتا کا یعنی تغییرات کام که انرژی جنبشیه همیشه این دوتا مقدار در یک جسم برابرن که مقدار دلتا کا همیشه کا دومنهای کا یک که هر کدوم از کام یک دوم ام وی دو به توان دو سرعت سانوی منهای یک دوم ام وی یک به توان دو اگر از یک دوم امشون فاکتور بگیریم میشه وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو چندتا تا نکته هست به بخشی در مورد این قضیه که باید بهتون بگم یکی اینکه اگر نیروی خالص وارد بر جسم در جهت حرکتش باشه تندی افزایش پیدا میکنه یعنی یه جسمی داره حرکت میکنه یه نیروی هم در همون جهت بهش وارد میشه خب خیلی طبیعیه که حرکتش تندتر میشه بهش میگن حرکت تند شونده اما اگر نیروی خالصی که وارد بر جسم میشه خلاف جهت حرکتش باشه قاعدتا تندی کاهش پیدا میکنه که بهش میگن حرکت کند شونده و اگر نیروی خالص وارد جسم صفر باشه یعنی کل نیروها در نهایت همدیگر رو خونسا میکنن مثلا سه چهار تا نیرو به یه جز وارد میشه اما در نهایت برایند نیروها میشه صفر در اون صورت تندی جز ثابته در نتیجه سرعتش هم ثابته و شتابش هم صفر هستش این سه تا رو حتما در رابطه با قضیه کار و انرژی به خاطر بسپاریم اما برایند نیروهای وارد بر یعنی چی یعنی نیروهای خالصمون میگیم Wt گفتیم برابر دلتا کا هستش یعنی کل کار و... اه... کل کار انجام شده برابر تغییرات انرژی جنبشی است که میشه ft در D خود افتیم هم برابر M هستش پس اگه بخوایم اینجا جایگزین کنیم به جای FT M که خودش که میگیم برابر همون تغییرات انرژی جنبشی یا دلتا کا هستش این فرمای مختلف این قضیه رو بدونیم که با داشتن داده های مختلف بتونین به جواب برسیم اما در نمودار نیرو جابجایی چه شکلی کار اگه به جای اینکه سوال بمون بده توضیح بده یه جسم چی شده چقدر حرکت کرده چه نیرویی بهش وارد شده بیاد حرکتش رو به صورت یه نمودار به ما میده که بهش میگن نمودار نیرو یعنی اف که روی محور وای ها نشونش میدن به جا به جایی که دی هستش و روی محور X ها نشون داده میشه اون منحنی که به ما میده یه نقطه یک داره دیه یک یه نقطه یه دیه دو که نقطه دیه یک روی منحنی وی یک هستش نقطه دی دو وی دو یعنی میخوایم توی این مسیری که جسممون جابجا شده ما با سرعت هر کدوم از مسیر هم یه سرعت داشته میخوایم کل کار انجام شده رو به دست بیاریم میگیم کل کار انجام شده یا WT برابر است با مساحت زیر منحنی بین دو نقطه یک و دو که مقدارش میشه یک دوم M V دو به توان دو منهای V 1 به توان دو پس مساحت زیر منحنیه نمودار دی که با اس نشونش میدیم برابر کار کل هست و فرمولش میشه یک دوم M V2 دو به توان دو منهای V1 به توان دو و اما بریم سراغ حل مسائل و آشنایی با نکات مختلف این فصل گفته اتومبیلی به جرم 600 کیلوگرم با سرعت 54 کیلومتر بر ساعت دقت کنید که این نکتش جلسات قبل گفتم که چجوری کیلومتر بر ساعت رو به متر بر ثانیه یا بالعکس متر بر ثانیه رو به کیلومتر بر ساعت تبدیل می کنیم. در حال حرکت است اگر در اثر ترمز اتومبیل متوقف شود بچه وقتی میگه ترمز یعنی در اصل استکاک وقتی که ترمز میکنیم با ماشین استکاک بین آسفالت و چرخهای ماشین باعث توقف ماشین میشن یعنی یه نیروی بهش وارد نشده نیروی خارجی فقط در اصل استکاک اتومبیل متوقف شده کار نیروی استکاک چند جوله خب میگیم پس کل کاری که اینجا باعث توقف اتومبیل میشه یا دبلیو تی برابر دلتا کا هستش پس میگیم همون دبلیو اف یه نیرو داریم برابر دلتا کا که میشه یک دوم M وی دو به توان دو منهای v یک به توان دو خب یک دوم ضربه در ام جرم اتومبیل بر حسب کیلوگرمه که 600 هست نیازی به تبدیل نداره و سرعت داریم سرعت ثانویه به توان دو این سرعت ثانویه رو صفر گذاشتم من که به توان دو میشه همون صفر چرا صفر گفته در اثر ترمز اتومبیل متوقف میشه وقتی که گفته متوقف میشه یعنی در نهایت سرعتش به صفر رسیده که اتومبیل متوقف شده پس سرعت سانویه صفر منهای وی 1 به توان دو سرعت اولیه سرعت اولیه اتومبیل بهمون داده بود 54 کیلومتر بر ساعت که ما باید کیلومتر بر ساعت رو تبدیل به متر بر ثانیه کنیم چون کار رو بر حسب ژول میخواد باید متر بر ثانیه باشه گفتیم وقتی که کیلومتر بر ساعت رو بخوایم به متر بر ثانیه تبدیل کنیم تقسیم بر عدد ثابت 3 و 6 میکنیم که میشه 15 متر بر ثانیه پس وی مون میشه 15 که توان دو میگیره پس اینو حساب میکنیم 600 ضرب در یک دو میشه 300 ضرب در 15 به توان دو که میشه 67000 و 500 ژول یا بر حسب کیلو جول که میشه 67 و نیم کیلو جول حالا چرا منفی؟ چون اینجا پونزده به توان صفر منهای پونزده به توان دو علامتش منفی میشه که تو کل علامت دبلیو اف هم میذاره و نشون از اینه که حرکت کند شونده بوده یعنی در نهایت کم کم سرعت اتومبیل کم شده و نیروش کاهش پیدا کرده و متوقف شده و اما سوال بعد که گفته گلوله‌ای به جرم دو کیلوگرم با سرعت اولیه 20 و تحت زاویه آلفا رو به بالا پرتاب می شود. این گلوله با سرعت ده از نقطه اوج می گذرد. کار برایند نیروهای وارد بر گلوله از لحظه پرتاب تا زمان رسیدن به نقطه اوج چند جوله. خب یه نکته که همین ابتدای حل مسئله واسطون میگم اینه که میزان تغییرات انرژی جنبشی به مسیر حرکت جسم وابسته نیست یعنی فرق نمیکنه که مسیرمون چه شکلی باشه در هر صورت دبلی تو یا مقدار کار کل انجام شده کار برایند برابر تغییرات انرژی جنبشیه که می نویسیم یک دوم ام وی به توان دو منهای v یک به توان دو خب جایگزین میکنیم یک دوم ام جرممون دو کیلوگرمه سرعت اولیه و ثانویه داریم سرعت اولیه‌مون که 20 بیس به 20 گفته با سرعت اولیه 20 میشه 20 به توان دو سرعت نهاییمون هم 10 گفته با سرعت 10 از نقطه اوج میگذره و ما کار برایند و از هنگام پرتاب تا هنگام نقطه اوج میخوایم پس چون میخوایم کار برایند تو این دوتا باز مشخص کنیم سرعت نهاییمون همون سرعت در نقطه اوج هستش که ده هست ده به توان دو حاصلش رو حساب میکنیم میشه منفی 300 جول پس در نتیجه اینکه گلوله با زاویه آلفایی پرتاب میشه هیچ تأثیری در دلتا کامون که همون کار مقدار برابر کار نیروی برایندمونه نداره. همونجور که وبساتون نوشتم نقطهشو که میگیم نحوه پرتاب جس که با زاویه آلفا پرتاب شده تأثیری بر به دست آوردن میزان برایند کار نیروهای وارد بر گلوله ندارد. اما سال بعد گفته جسمی با سرعت 10 در جهت مثبت محور X ها حرکت می کند و انرژی جنبشی آن 100 ژول است. پس از مدتی سرعت این جسم تغییر کرده و در جهت منفی محور X ها به 20 می رسد. کار برایند نیروهای وارد بر این جسم چند ژول است. کار برایند گفتیم برابر دلتا کا تغییرات انرژی جنبشیه که به جهت هم بستگی نداره به مسیر حرکت بستگی نداره کا یک میشه یک دوم ام وی یک به توان دو کا رو داریم چند صد خودش گفته انرژی جنبشی صد یک دوم ام رو نداریم ولی چون وی یک و کا و داریم میایم از اینجا امو به دست میاریم با داشتن ام میریم کادو رو به دست میاریم و راحت دلتا کامون به دست میاد ام اینجا مجهوله وی یکمونم ده به توان دو در نتیجه از اینجا ام به دست میاد دو ده ده تا صد تا صد ضربه در یک دو میشه پنجاه پس اممون دو بوده حالا با داشتن ام به راحتی کا دو هم به دست میاد کا یکم که داریم یا دلتاشون رو اینجا حساب میکنیم خب کا چیک میشه یک دوم ام ویدو به توان دو میشه یک دوم ضرب در دو ویدو هم گفته سرعت این جسم تغییر کرده و در جهت منفی محور ایکس ها به 20 میرسه پس ویدومون مون 20 به توان دو که در نتیجه کادومون میشه 400 ژول پس دلتا کا که همون کار برایند نیروها رو به ما میده میشه 400 منهای 100 برابر است با 300 ژول اما سوال بعد که داره مسیر حرکت یه خودرویی رو به ما نشون میده که از نقطه A به نقطه B و از نقطه B به نقطه C اومده گفته مطابق شکل زیر خودرویی از نقطه A تا نقطه B و سپس تا نقطه C جابجا شود. با توجه به تندی خود رو در این سه نقطه کار کل انجام شده روی خود رو در جابجایی جایی از بی تا سی چند برابر کار کل انجام شده در جابجایی جایی از A تا B است ببینید از A تا B کل کار جابجایی جایی میشه یک دومه M V2 دو به توانه V0 به توان دومن های v دو به توان دو. درسته؟ که این وی نقطه B و صفر هم وی نقطه A هست که وی نقطه A به ما داده صفر چون اینجا اتومبیل هنوز ساکنه در حال حرکت نیست در نقطه B هم یه سرعتی میگیره که گفته وی اندازه رو به ما نداده پس میگیم وقتی کار بین نقطه A تا B رو میخوایم ما به دست بیاریم میشه w میشه برابر دلتا کا که میشه کادو دو منهای کا یک و گفتیم فاکتور که بگیریم میشه یک دوم ام وی در نقطه دو به توان دو که وی نقطه بی هست اینجا منهای وی نقطه یک که وی A هست صفر به توان دو پس این شد کار انجام شده کار کل بین نقطه A و بی اما کار انجام شده کار کل در نقطه B تا سی چقدر میشه؟ دبلیو در این نقطه میشه یک دوم ام نقطه دوم که سی هست که سرعتش سویه سوی به توان دو در از توان دو هم مال وی هم مال سه منهای نقطه بی که وی هستش وی به توان دو خب حالا ما میخوایم ببینیم کار انجام شده در نقطه ای تا بی چند برابر کار انجام شده در نقطه بی تا سی هستش خب نقطه A تا B که اینجا شو چند یک دومه یک دومه M V به توان دو نوشتیمش اینجا این نقطه A ای تا B بالا B تاسی اینا رو من جا, جا نوشتم خودتون اصلاح کنید B تا بعد باید بالا باشه چون گفته چند برابر A تا B پس A تا B پایین فقط این زیروندار رو من اشتباه نوشتم اگر این جلوش رو درست نوشتم این در نقطه A تا بیه که میشه یک دوم M ویدو دو و بالا بی تا سی که میشه یک دوم M اینجا چی داریم؟ سه سه تا نه تا نه v منهای یه ویدو میشه هشتا V2 یه یک دوم هم قبلش داریم هشت تقسی برای دو میشه چهار اینم میشه چهار که میشه چار تا ام ویدو پایینم یک دوم ام ویدو که در نهایت میشه هشت. این 16 میشه هشت. اشتباه نوشتم. که ام با ام خط میخوره ویدو با ویدو هم خط میخوره. اینم حاصل شد چهار که چهار تقسیم برای یک دوم میشه هشت. پس نسبت کار کل انجام شده در نقطه بی تا سی به روی کار انجام شده تا نقطه A تا بی میشود هشت. سراغ سوال بعد که گفته لوله تفنگی به جرم 10 گرم با تندی 20 به طور مورب و با زاویه سی درجه نسبت به سطح افق به تنه درختی به قدر ده سانتیمتر شلیک می شود. اگر گلوله از طرف دیگر درخت با تندی 10 خارج شود، اندازه نیروی متوسط وارد بر گلوله در طول مسیر از طرف درخت چند نیوتونه؟ بینید وقتی که گلوله با سرعت شلیک میشه با زاویه گفته سی درجه ما میخوایم ببینیم مقدار ایکسمون یعنی فاصله ای که طی کرده چنده؟ چون مقدار همون اه اه مثل همون ارتفاع میشه که اچ میشه دی کوسینوس تتا فاصله بود پس اینجا به جای اچ حالا چون ارتفاع x گذاشتیم که میشه دی به روی کوسینوس تتا دیمون که یک دهمه ده خودش گفته یک دهمه چون گفته ده سانتی متر ده سانتی متر رو تبدیل به متر میکنیم میشه یک دهم. ده زاویه هم که خودش گفته بود سی درجه کسینوس سی درجه میشه رادیکال سه دوم که در نهایت مقدار x میشه دو دوم به روی رادیکال سه متر که x همون مقداریه که گلوله به طور مورب یا زاویه دار رفته داخل تنه درخت حالا چیو از ما میخواد؟ نیروی متوسط وارد بر گلوله ببینید ما یه دبلیو تی داریم که برابر دلتا کام میشه W تیمون اینجا میشه منفی Fk در x که ما مقدار افکا رو میخوایم به دست بیاریم چون گفته نیروی متوسط وارد بر گلوله این که دلتا میشه یک دوم ام وی به توان دو منهای v یک به توان دو خب بیایم جایی گذیم کنیم ما همه مقادیر مقادی رو داریم به جز اف که میخوایم به دست بیاریم میگیم منفی افکا کا ضرب داره ایکس که اینجا به دست آوردیم دو دهم به روی رادیکال سه مساویس با یک دوم ام ام جرم لوله ای توفنگ ده گرمه ما باید جرمو به کیلوگرم تبدیل کنیم که میشه ده ضرب در ده به توان منفی سه کیلوگرم ضرب در وی دو به توان دو وی دومون که گفته بود با تندی ده خارج میشه میشه ده به توان دو منهایه سرعت اولیهش هم گفته بود چنده با تندی بیست ابتدا اون گلوله شلیک میشه که 20 به توان دو میشه 400 پس حاصل سمت راست رو به دست میاریم تقسیم بر ضریب افکا میکنیم در نتیجه افکا مون به دست میاد 7 و نیم ضرب در رادیکال 3 این سوالو که میبینید میخونم واسه شخصی در طبقه سوم ساختمان وارد آسانسور می شود و به طبقه دهم می رود. پس از طبقه 3 تا طبقه دهم مسیر حرکتش بوده. گفته جرم شخص 70 کیلوگرمه و یک کوله پشتی به جرم 5 کیلوگرم بر دوش دارد. آسانسور بین طبقات 5 تا هفتم مسافت 6 متر رو در دو ثانیه و با سرعت ثابت طی میکنه. پس بین مسیر حرکتش که از طبقه سوم تا دهمه ده از طبقه پنجم تا هفتم فاصله 6 متره و تو دو ثانیه با سرعت ثابت آسانسور حرکت میکنه گفته تو این دو ثانیه ای که از طبقه پنجم تا هفتم مسافت 6 متر رو طی کرده نیرویی که آسانسور به شخص وارد میکنه چند جوله خب نیرویی که آسانسور به شخص وارد میکنه میشه دبلیو N که از کف آسانسور به سطح بال، به سمت بالای نیروی عمودیه که به کف به از کف آسانسور به شخص وارد میشه. میگیم کل نیرو WT میشه WMG به اضافه WN برای شخصی که تو آسانسوره. سرعت ثابته پس WT کل کار برای کارها میشه صفر. وقتی که W صفره پس WMG میشه منفیه در اصل میاد این طرف پس w N میشه منفی WMG چرا این صفر شده WMG رو انتقال دادیم به سمت چپ تصاوی و علامتش منفی شده خب پس ما WN رو میخواییم که میشه منفی G Wmg گفتیم میشه mgh اممون که 5 g 10 ارتفاعمونم 6 متر به سمت بالا چون به سمت بالا است علامتش منفی میشه که با این منفی wmg خط میخوره و در نهایت مقدار wn میشه 4500 جوله علامتش هم که مثبت میشه اما سوال بعد گفته جسمی به جرم 10 کیلوگرم با انرژی جنبشی ثابت 125 جول روی سطح افقی بدون استکاک در جهت مثبت محور ایکس ها در حال حرکت است که ناگهان دو نیروی افقی F1 که برابر 20 آید به طور افوقی آی و F2 که مقدارش رو نداریم به طور همزمان به جسم وارد می شوند. و پس از طی مسافت 5 متر در جهت مثبت محور X ها تندی جسم به دو رادیکال 10 متر بر ثانیه میرسه. مقدار F2 چند نیوتونه؟ پس مجهول ما نیروی F2 که به جسم وارد شده. خب Wبل که همون برابر دلتا کا میشه برابر دبلیو F1 و دو و 2 W 1 ما مقدار F1 رو داریم که میشه F1D کار حاصل از نیروی F1 به اضافه Wبل 2 که F2 رو نداریم و میخوایم مقدار F2 رو به دست بیاریم فعلا بازش نمی کنیم نمی نویسیم F2D، فعلا همون به صورت Wبل F2 نگهش میداریم سمت راستم دلتا کاست که, که میشه کا دو منهای کا یک خب اف یکمون که 20 نیوتونه دیمونم که خودش گفته 5 متر در جهت مثبت محور x ها جابجا جا میشه دبلیو اف دورم که میخوایم به دست بیاریم اینجا کا دو منهای های کا یک میشه یک دوم ضرب در ام که 10 کیلوگرمه خودش بر کیلوگرمه کارش نداریم وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو ویدو میشه تندی جسم که در نهایت به دو رادیکال ده گفته میرسه پس میشه دو رادیکال ده به توان دو منهای تندی اول گفته انرژی جنبشی اولیش 125 جوله پس کایک خودشو داریم 125 اما کادو رو نداشتیم اما چون جرم جس و ویدو رو داشتیم کایکو هم به دست آورد کادو رو هم به دست آوردیم کا منهای کایکم کل مقدارش رو به ما داده بود 125 جول که اینجا قرارش میدیم خب حاصل WF2 به راحتی از اینجا به دست میاد سمت راست تساوی و کامل حساب میکنیم 25 تا 100 تا 100 میاریم این طرف تساوی کمش میکنیم از حاصل کل WF2 میشه منفی 25 جول ببینید مقدار کار منفی شده در نتیجه میفهمیم وقتی کار منفیه در خلاف جهت محور X ها داره نیرو وارد میشه خب f 2 رو داریم که میشه F2 در دی. ما چیو میخواستیم خواست... می مقدار F2 در نهایت گفته بود F2 چند نیوتونه خب دی رو که داریم پنج متر تو خود صورت سوال داده اینجا پنج متر مسافت ای میشه W F دو هم که به دست آوردیم منفی 25 میایم جایگزین میکنیم F دو مجهول دیم هم اف F دو به دست میاد منفی 5 آی اما سوال بعد که گفته در شکل زیر جسمی به جرم 20 کیلوگرم نیروی مناسب F به موازات سطح شیبدار وارد میشه تا جسم با سرعت ثابت رو به پایین سطح حرکت کنه ببینین جسم اون بالای سطح شیب داره با زاویه 37 درجه داره به سمت پایین حرکت میکنه ارتفاعمون هم یک و دو دهم متر داده گفته کار نیروی F در مدتی که جسم دو متر روی سطح پایین می آید پس دیمون دو متره چند جوله F کار رو هم داده دو دهم به ما خود سوال داده خب گفته سرعت ثابت پس دبلیو مون صفره یعنی مجموع نیروهایی که به جس وارد میشه که برابر نیروی MG و اف و اف کا هستش چقدر صفره وقتی میگه سرعت ثابت یعنی WT تیمون صفره WT تی هم که مجموع کارهای مختلف میشه که اینجا داریم ام جی اف کا اینجا چی از ما میخواد؟ کار نیروی F, w, F و از ما میخواد ما میریم یکی یکی اینا رو حساب میکنیم که W F و به دست بیاریم W رو اگه حساب کنیم F کارم که حساب کنیم ببینیم W F چند باشه که اینجا تصاوی برابر صفر باشه WMG داریم میگیم جسم از بالای سطح شیبدار داره به سمت پایین حرکت میکنه پس رفته رفته ارتفاعش کم میشه گفتیم وقتی حرکتمون از بالا به پایینه WMGمون مون مثبت علامتش مثبت MGH اما اون 20 کیلوگرمه جیمون 10 ارتفاعمونم که داده 1 و 2 دهم متر که حاصلش میشه 240 ژول اما WFK که میشه FK MG دی خب افکام که دو دهمه ده اینجا به ما داده دو دهم ده ام جی نگاه کن خودش گفته به جای افکا بذاریم دو دهم ده ام جی پس ما هم دبلیو افکا میشه افکا در دی دیگه بعد به جای افکا هم میذاریم دو دهم ام جی که ام مونم بیست جی مونم دهه یعنی این ام جی فرمول نیست این خودش گفته به جای افکا بذاریم دو دهم ام جی که ما به جای افکا دو دوام ام جی رو میذاریم جایگزین میکنیم دیمونم دو متر در نهایت میشه منفی هشتاد جول خب پس میگیم دبلیو ام جی دویست و چله دبلیو اف افکا هم منفی هشتاده پس از همدیگه کمشون میکنیم میشه سد و شست جول پس دبلیو اف باید سد باشه که با همدیگه همه خونسا بشن و مقدارش صفر بشه اما این سوال چی گفته؟ گفته جسمی به جرم دو کیلوگرم را از پایین سطح شیب داری که با افق زاویه سی درجه می سازد با سرعت پنج متر بر ثانیه به بالا پرتاب می کنی. پس حرکت به سمت بالاست. جسم روی سطح به اندازه دو متر بالا رفته و به نقطه پرتاب باز می گردد. یعنی از سطح شیبدار به سمت بالا میره به اندازه دو متر دوباره میاد به سمت پایین. کار نیروی استکاک در مسیر رفت و برگشت چند جوله؟ خب. کار نیروی استکاک رو میخوان ما میگیم کار کل میشه WMG به اضافه WFK مساویس با دلتا کا میشه خب اینجا WMG اول میخوایم در مسیر رفت حساب کنیم که از پایین به سمت بالا حرکت میکنه پس میشه منفی MGH به اضافه WFK که کار نیروی استکاک در مسیر رفت مساویس با دلتا کا که یک دوم ام وی دو به توان دومن های وی یک به توان دو هستش. خب اممون که دو کیلوگرمه جیمون ده اچمون هم یک متر که اچ همون ارتفاع هستش به اضافه دبلیو اف که داریمش میخوایم به دستش بیاریم در از مجهول داریم اینجا مساویس با این ورم یک دوم ام باز امو داریم دو کیلوگرم گرم ضربه دره این دو بچه ها. این بیسنس این دوه ضربه در دو یه ضربه در میخواستم بذارم اینجا این صفر رو در نظر نگیرید وی, س... وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو ببینید وی این اولیه که گفته با سرعت پنج متر بر ثانیه وی ثانوی هم میشه صفر چون دوباره به سمت پایین حرکت میکنه و استوب میکنه در اصل پس دبلیو اف کا از اینجا به دست میاد منفی پنج جول که این کار نیروی استکاک در مسیر رفته در یه مسیر رو داریم به دست میاریم اینجا اما گفته کار نیروی استکاک در مسیر رفت و برگشت چند جوله پس میگیم رفت و برگشتش دو برابر میشه میشه منفیه ده جول اما بریم سال بعد که یه سال بر, بر اساس نمودار به ما داده که من توضیحشم هم دادم ابتدای جلسه نمودار F بر اساس D گفته نمودار تغییرات انرژی جنبشی جسمی به جرم 4 کیلوگرم 4 کیلوگرم بر حسب جابجایی آن مطابق شکل زیره اگر برایند نیروهای وارد بر جسم در جهت جابجایی و در هر لحظه ثابت باشد شتاب حرکت جسم چند است پس اینجا یه نمودار داریم نمودار انرژی جنبشی بر حسب دی اینجا با انرژی جنبشی 300 شروع به حرکت کرده و به 480 رسیده دیمونم 20 متر جابجا شده اول تو نقطه صفر بوده رسیده در نهایت به نقطه 20 متر خب WT رو میخواد که میگیم برابر FD دی میشه که برابر دلتا کا تغییرات انرژی جنبشی هست خب اینجا F در دی دیمون چند متره؟ 20 متره. مقدار F نیرو رو نداریم. پس میشه 20 تا F مساویس با دلتا K مون چقده؟ خب ما دلتا K رو داریم. K1 300، K2 480. پس دلتا K میشه 480 من منهای 300 که میشه 180 تقسیم بر 20 میشه که F مون میشه 9 نیوتن. خب F رو داریم به راحتی A به دست میاد F میشه برابر ام A A میشه طرف معلوم F که 9 تقسیم بر جرممون که چهار کیلوگرمه خودش تو صورت سوال داده که میشه دو بیست ممیز 25 متر بر مجزور ثانیه مقدار افمون هستش اما سوال بعد گفته که در شکل زیر وزنه امسه از حال سکون رها می شود. اگر تا لحظه ای که وزنه امسه 90 سانتی متر پایین می آید مجموع انرژی جنبشی دو وزنه ام یک و ام 2 روی سطح افقی به 22 و نیم جول برسد امسه چند کیلوگرمه؟ خب در حالت اول میگیم کایک 1 به علاوه کا2 یعنی انرژی جنبشی یک و دو میشه یک دوم ام1 به علاوه ام2 در ویدو مجموعشو. کا کا 2 مجموعشون کا1 به علاوه کا2 رو گفته چقدر گفته مجموع انرژی جنبشی دو وزنی ام1 و m 2 22 و نیمه پس کایک 1 به علاوه کا میشه 22 و نیم یک دومه ام1 و ام2 هم که داریم دو کیلوگرم و سه کیلوگرم وی از اینجا به دست میان نو no, پس وی مون میشه سه این از حالت اول تو حالت دوم که دلتا کای مجموعه رو میخوایم حساب کنیم دلتا کا میشه کا یک به علاوه کا دو به علاوه کا سه پس دبلیو تی کلمون میشه ام سه جی در دی چون برابر همون نیروی WN میشه که میشه MGH که H اینجا همون D هستش پس WT T میشه M که نداریمش G دهه D مونم گفته بود 90 سانتی متر که میشه 9 دهم ده در نجه W مون میشه 9 تا M پس اینجا به راحتی میگیم WT T برابر دلتا K میشه WT که شد 9 تا M طبق این خط بالایی که نوشتیم دلتا که میشه چی؟ دلتا کمیشه یک کا اینجا داریم که کا وزنی ام 1 و M2ه که 22 و نیمه. به اضافه کاه سه که میشه یک دومه M3 V3 به توان دو که V3مون چنده؟ سه هستش اینجا به دست آوری Vسرعتو سه به توان دو که از اینجا M3 به دست میاد 5 کیلو گرم اما ادامه این جلسه رو میخوایم با معرفی انرژی پتانسیل گرانشی و نکاتش پیش ببریم انرژی پتانسیل گرانشی که یه انرژی مستقل از مسیر حرکت جسمه و فقط وابسته به ارتفاع جابجا جا شده است مقدارش رو با یونشون نشون میدیم انرژی پتانسیل رو که هم علامت مثبت میتونه داشته باشه هم منفی برابر مقدار حاصل ضرب سم سه مقدار M و جی و اچ هست ام جرمه جی شتاب گرانش و اچ ارتفاع جابجا شده هستش و همونجور که قبلا گفتیم وقتی که جس به سمت بالا بره از علامت مثبت و وقتی جس پایین بیاد یعنی ارتفاعش کم بشه علامت منفی میگیره و مقدار دلتا یو یعنی تغییرات انرژی جنبشی هم برابر منفی دبلیو ام هستش و اما انرژی پتانسیل کیسانی که مربوط به فنر هستش میگیم هرگاه فنری رو از حالت عادیش خارج کنیم فنر همیشه به حالت اولیه خودش برمیگرده و میگیم که فنر نیروی خلاف جهت جابجایی وارد میکنه پس در نتیجه W فنر برابر منفی دلتا یو هست چرا چون نیروش خلاف جهت جابجاییه و تغییر انرژی پتانسیل کشسانی فنر برابر با قرینه کار نیروی فنره کار نیروی فنر توی مسیر رفت از یک نقطه و برگشتش به همون نقطه هم برابر صفر میشه این نکات رو در مورد انرژی پتانسیل کیسانی خدمتتون داشته باشین تا چند تا مسئله در این خصوص هم در ادامه با هم حل کنیم سوالی که داریم راجع به انرژی انرژی گرانش هستش که گفته جسمی از ارتفاع اچ به سطح زمین رها میشه و پس از سی متر سکوت انرژی پتانسیل گرانشی آن 25 درصد کاهش پیدا میکنه اچ چند متره خب ما دو حالت داریم ما میگیم یو دو میشه یو یک گفته انرژی پتانسیل نهاییش میشه یو یک منهای 25 درصد یو یک چون گفته انرژی پتانسیلش پتانسیل گرانشش 25 درصد کاهش پیدا میکنه وقتی که میاد پایین پس یو دو میشه یو یک منهای 25 درصد یو یک که در نهایت می نویسیم 75 درصد یو یک خب یو هم که میشه MGH شتاب گرانش که ثابته جرم جسمم ثابته پس این مون با تغییرات ارتفاع تغییر میکنه و نسبت مستقیم با هم دارن پس میگیم یو دو به روی یو یک میشه مساوی اچ دو به روی اچ یک خب یو دومون که میشه 75 درصد یو یک طبقه این جمله ای که نوشتیم اینجا یو یک هم که خودشه که با هم دیگه خط میخورن از صورت و مخرج برابر است با H یکمون که, که همون H اچ ثانوی همون میشه H منهای سی چون از حالت اولی ارتفاع H که داشته سی متر سقوط کرده خب پس می نویسیم اینجا 75 درصد میمونه طرف این وسطه این می کنیم 75 ضرب در H میشه 75 H 100 ضرب در H منهای سی میشه 100 H منهای 3000 75 اینجا داریم 100 h 75 h رو میاریم اینور میشه 25 h منفی 3000 هم میاریم اینور میشه مثبت 3000 پس h میشه 3000 تقسیم بر 25 که میشه 120 متر سال بعد و با هم دیگه حل میکنیم گفته اگر ارتفاع یک جسم از سطح زمین را 20 درصد افزایش بدیم انرژی پتانسیل آن 10 ژول افزایش می‌یابد. انرژی پتانسیل اولیه جسم چند ژول است؟ خب. این گفته ارتفاعش رو 20 درصد افزایش میدیم. پس h2مون میشه h1 به علاوه 20 درصد h1 که کلا میشه 120 درصد h1. انرژی پتانسیل میخوایمگی انرژی پتانسیل ی متناسب با ارتفاع تغییر میکنه. خب. دلتا Hمون چقدره دلتا H دو دهم H که میشه H2 که میشه 120 درصد H1 من های. خود H1 میمونه 20 درصد یا دو دهم H1. پس در نتیجه چون U و H با هم متناب پس از جمله بالا که دلتا H میشه دو دهم H1، که همون H2 منهای H1 هست پس دلتا U مون هم میشه دو دهم U1 خب پس میگیم U2 میشه U1 به علاوه 10 چرا چون گفته انرژی پتانسیلش 10 ژول افزایش پیدا میکنه پس هرچی که U1 مون هست به اضافه 10 اش میکنید در نتیجه وقتی که U2 مون میشه U1 به علاوه 10 پس دلتا U میشه چی میشه 10 ژول خب حالا میگیم دلتا یو شده ده جول دلتا یو مون چقدر بود؟ دو دهم یو یک به جاش میذاریم دو دهم یو یک برابر ده پس یو یک میشه ده تقسیم بر دو دهم ده که میشه پنجا جول اما سوال بعد گفته مطابق شکل زیر جسمی به جرم دو کیلوگرم روی سطح افقی بدون استکاکی به فنری در حال تعادل متصله جسم در حالت اولیه ساکنه و نیروی F به طور موازی با سطح به جسم وارد شده و آن را به سمت راست به حرکت در می آورد. اگر هنگامی که جسم با فاصله 8 سانتیمتری از نقطه تعادل خود می رسد. تندی برابر با سه متر بر ثانیه و انرژی پتانسیل کیسانی ذخیره شده در دستگاه جسم و فنر برابر با سه و یک دهم ژول باشد بزرگی نیروی ثابت F و در طی اینجا به جایی حساب کنید چند نیوتونه خوب دقت کنید یه دستگاه جسم،, جسم و فنر داریم جسمی به جرم ام داریم که به فنر متصله و نیروی افی به سمت راست داره اونو میکشه ببینید باز نیروی کل تو این مجموعه کل کار برای انده انجام شده دبلیو تی برابر دبلیو اف یعنی کار حاصل از نیروی اف و کار فنر هست که باز برابر دلتا کام میشه که ما اینو قبلا گفتیم کل کار برآیند هر چند تا کار میخواد باشه برابر دلتا کاس خب Wf اف که میشه اف دی منهایه دبلیو فنر که برابر یو هست مساویس با دلتا کام که میشه یک دوم ام وی دو به توان دو منهای وی سفر به توان دو وی سفر هم سفر در نتیجه کل کاه دومون کاه یکمون میشه سفر خب پس میمونه افو که میخوایم به دست بیاریم دیمون چقدره؟ اینجا گفته بود هشت سانتیمتر هشت سانتیمتر هم میشه هشت صدومه متر منهایه دومونم که اینجا داده بود سه و یک دهم جول کل انرژی پتانسیل فنر همون دبلیو فنر که دو اسمشو گذاشتیم سه و یک دهم ده مساعث با یک دوم امو هم داریم دو دهم کیلوگرم وی دومونم سه که باز اینجا ببینید به ما داده سرعت و تندی برابر سه متر بر ثانیه تندیش هم میذاریم سه متر تمام داده ها رو داریم مقدار افمون به دست میاد پنجا نیوتون ببینید تو این سال چی گفته؟ گفته که مطابق شکل زیر گلوله ای به جرم دویست گرم از بالای یک فنر رها میشه و پس از برخورد به فنر و فشرده کردن آن تا نقطه ای پایین می آید پس این گلوله است h یک متر جرمش دو گرمه ارتفاع یک متر میاد پایین و در نقطه آ به فنر برخورد میکنه. کنه ده سانتی متر هم فشردش می گفته اگر گلوله را از ارتفاع دو متری بالای فنر رها کنیم سرعتش در همان نقطه آ چند متره خب دو تا حالت داریم تو حالت اول که در نقطه آ گلوله ایستاده دبلی تی برابر دلتا کا میشه دبلی تی, میشه ام جی یک به اضافه دبلیو فنر که میگیم برابر صفر میشه در هر صورت دبلی تی اما در حالت دوم که گفته در نقطه ای آ فنر رو فشرده میکنه در این صورت WT هم که برابر دلتا کا میشه و WT حاصل از mgh دو و دبلیو فنر برابر کاه دو هسته چون نیست داده حرکت داده فنر رو خب می حالت اول و دوم رو از هم کم میکنیم میشه mgh دومن منهای H1 سمت راستم که کادو منهای صفر که کادو میمونه ام و داریم دو دهم کیلوگرم جی ده اچ دو که ارتفاع تا نقطه آ هست میشه دو و یک دهم ده من منهای اچ یکمون که یک و یک دهمه ده این وارم کادو میشه یک دوم ضربه در ام وی آ به توان دو که ما وی آ رو میخوایم به دست بیاریم سمت راست تسا... سمت چپ تصاوی رو حساب میکنیم تقسیم بره یک دوم ضربه در دو دهم ده میکنیم و ازش جذر میگیریم چون اون مقدار میشه حاصل وی به توان دو ما وی رو میخوایم در نتیجه جذب میگیریم میشه دو رادیکال پنج متر بر ثانیه خب ببینید اون یک و یک دهم ده به خاطر این بود که یک متر داریم ده سانتی متر هم فنر فشرده شده ده سانتیمتر که میشه یک دهمه ده یک صدم متر درسته یک دهمه ده متر ببخشید پس تو حالت اول ارتفاع یک متر رو یک دهم ده میشه یک و یک دهم ده که اینجا نوشتیم اچ یکمون اما اچ دومون چی چرا شده دو و یک دهم ده چون در حالت دوم گفته بود از دو متری فنر بیایم گلوله رو پرتاب کنیم که دو متر ارتفاع داریم یک دهم مترم متر هم باز فنر فشرده میشه به خاطر همین این شده دو و یک دهم ده اچ دو اچ یک هم شده یک و یک دهم ده توضیحش رو خدمتتون ارز کردم تا بدونید این اعداد است کجا اومده اگه شکل رو دقت کنیم بهش کاملا متوجه مقادیر میشین این اچ یک متره اینم ده سانتی متر هست فشرده شدن فنر دقت کنید به واحدا که بدونید چجوری این اعداد ریز به دست میاد چون اگه اینا رو اشتباه حساب کنید قاعدتا به جواب دقیقی نخواهید رسید اما سوال بعد گفته مطابق شکل گلوله ای با تندی پنج این گلوله است مطابق شکل در نقطه آب فنر برخورد میکنه فنر رو فشرده میکنه و 20 سانتی متر اینورتر در نقطه بی متوقف میشه اگر بزرگی نیروی استکاک بین جسم و سطح افقی نصف بزرگی وزن گلوله باشه تندی گلوله در بازگشت در لحظه ای که از نقطه آ میگذره چند متر بر ثانیه است خب شکل رو دقت کنید تا بریم سر حل مسئله ببینیم ما یه دبلیو کل در کل مسیر داریم که برابر دبلیو فنر به علاوه دبلیو اف کا هستش که چون کار کل هست برابر دلتا کا میشه خب توی رفت و برگشتم نکته رو من ابتدای توضیحات انرژی پتانسیل کیسانی گفتم که کار کل نیروی فنر در یک رفت و برگشت برابر صفر میشه اگه برگردید یکم قبلتر فیلم واسه خودتون مرور کنید این تیکه رو که نوشتم در قالب یک نکته براتون توضیحش داده بودم خب بیایم جایگزین کنیم اینجا دبلیو فنر خب دبلیو فنر اینجا میشه منفی دو تا افکا در دی 20 سانتی متر میشه دو دهم متر افکا هم پنج مقدارش هستش که تو صورت سوال به ما داده من اینجا یادم رفته بنویسمش اینجا به شما میدم. میگم افکا رو پنج به ما داده رو داده 20 سانتی متر که دو دهمه ده متر هستش خب اینجا مساویس با یک دوم ام وی آب توان دو منهای در حالت اولیه و ثانویه حالت ثانویه رو پریم گذاشتیم اینجا حالت اولیه رو نوشتیم وی آب توان دو خب در حالت اولیه پنج بوده که میشه پنج به توان دو بیست و پنج حالت ثانویه هم که میخوایم حسابش کنیم پس اینجا منفی دو ضرب در پنج ضربه در دو دهم این ور داریم چی؟ یک دوم ام وی آ به توان دو منهای بیست و پنج حاصلو حساب کنیم در اینجا وی آمون به دست میاد رادیکال بیست و یک آها اینجا تندیو به ما داده تندی پنج این مقدار تندی پنج رو که به ما داده در نقطه آ و ویپرینمون یا وی نهاییمون به دست میاد رادیکال 21 متر بر ثانیه اما سال بعد چی گفته؟ گفته که مطابق شکل جسمی به جرم دو کیلوگرم با تندی 4 به فنر برخورد میکنه و حد اکثر آن را 20 سانتیمتر فشرده میکنه انرژی پتانسیل کیسانی فنر هنگامی که تندی جسم به دو میرسد چه کسری از انرژی پتانسیل کیسانی بیشینه هستش نگاه کنید ابتدا فنر رو داریم که جرمی جسمی به جرم M با سرعت 4 متر بر ثانیه بهش برخورد میکنه و 20 سانتی متر فنر رو فشرده میکنه تندیش چهار بوده جرم جسمم داده دو کیلوگرم و گفته وقتی که هنگامی که فن... انرژی پتانسیل کیسانی فنر وقتی که تندی جسم به دو میرسه تندی نهایی دوه پس اینجا فقط دبلیو فنر رو داریم که برابر دلتا کا میشه میشه یک دوم ام وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو وی دو که دو دو به توان دو میشه چار منهای V1 هم چار چار به توان دو میشه شونزده که در نهایت میشه منفی دوازده جول خب حالا چی رو میخواسته انرژی پتانسیل کیسانی گفتیم دلتا یو که انرژی پتانسیل کیسانی فنره منفی دبلیو منفی کار انجام شده میشه که میشه پس مقدارمون مثبت دوازده جول خب حالا یو ماکسیموم رو میخواسته گفته وقتی که فنر در بیشترین فشردگی باشه گفته انرژی پتانسیل فنر هنگامی که تندی به دو میرسه پس وقتیه که فنر بیشترین فشردگی رو داریم که برابر کا یک میشه میشه یک دوم mv به توان دومون خب حالا یو تقسیم برای یو ماکسیموم که دوازده هست اینجا به دست اومد دلتا یو مثبت دوازده در حالت ماکسیموم هم میشه چار چار تا 16 تا دو هم که با یک دوم خط میخوره که در نهایت به چهار هر دو تا عدد ساده شدن حاصل شده سه چهارم یا هفتاد و پنج صدم این از جواب سوال آخرمون یه سری سوال ها که از مبحث فنر حل کردیم سوالات مهمی هستش حتما به نکاتشون توجه کنید تا بتونید تستایی مختلف و که حاوی همین نکات هستند و فقط به شکلهای مختلف بیان میشن این جلسه هم خدمت شما امیدوارم که نهایت استفاده رو از توضیحات که براتون در قالب این سوالات بیان شد برده باشین این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است